رحیم. جلسه گذشته ما با هم در حوزه کنترل ازدحام صحبت کردیم و با هم دیدیم که یکی از وظایف خیلی مهمی که توی شبکه به نوعی باید به انجام برسه اینه که عملکرد مؤلفه های مختلف شبکه، چه در سطح تولید ترافیک و چه در سطح انتقالش، با همکاری و هماهنگی شرایطی رو ایجاد نکنن که یه بخشی از شبکه دچار شلوغی بیش از حد بشه. یکی از کارهایی که توی شبکه باید انجام بشه تا جلوی رخداد ازدحام رو بهتر بشه گرفت یا یه مقداری پیشگیری انجام داد، یه فرایندی به نام ترافیک شیپینگ. ترافیک شیپینگ مفهوم خیلی ساده اش اینه که شما میخواین شرایطی رو توی شبکه ایجاد کنین که توی اون شرایط وقتی یه حجم زیادی از ترافیک به یه نقطه ای میرسه که باید یه سرویس خاصی بهش داده بشه، مکانیزم سرویس داده شدن به اون ترافیک رو کنترل و مدیریت کنه. مثلا یه مثال خیلی خیلی سادهش، موقعیه که شما یه مقدار زیادی ترافیک رو در یه راوتر میخواید از یه پورتی به سمت یه مقصدی بفرستید. اگه این ترافیکی که شما دارین ارسال میکنید به سمت یه مقصدی از ظرفیت اون لاینی که میخواد سرویس بده بیشتر باشه، توی اون پورت ازدحام پیش میاد و ما چیکار کنیم که این ازدحام رو کنترل بکنیم یا شرایطش رو آسان تر بکنیم، مدیریتش رو، به موضوع ترافیک شیپینگ. این عمل ترافیک شیپینگ خصوصا در شرایطی خیلی لازم و مفید هست که یه سرویس، یه ارائه دهنده سرویسی میخواد به یه سرویس گیرنده‌ای در مورد ویژگی‌های نوع سرویس ترافیکیشون با هم مذاکره کنن و قرارداد امضا کنن، چیزی که اصطلاحا بهش میگن سرویس لول اگریمنت. مثلا من به عنوان یه مشترک از ISP سرویس اینترنت میگیرم. وقتی من با عنوان مشترک از ISP سرویس اینترنت میگیرم، یکی از مشهورترین پارامترهایی که راجع بهش با من مذاکره میشه یا من به عنوان یه پارامتر مهم توی انتخاب اون سرویس پرووایدرم بهش نگاه میکنم، نرخ گذردهی ترافیک اینترنتی که من میتونم از این داشته باشم. مثلا من میگم میرم یه سرویس وایمکس 128K میگیرم، یه سرویس وایمکس 512K میگیرم. یعنی چی؟ یعنی که من انتظار دارم که به اندازه 512 کیلوبیت پر سکند دیتا از تو این رد شه. حالا من اگه با لپتاپم شروع میکنم یه فایلی رو دانلود کردن یا آپلود کردن، یه مکانیزمی وجود داره که نرخ تبادل داده‌ای که از طرف کامپیوتر من میخواد صورت بگیره رو به اون 512K مچ کنه. اون فرایند ترافیک شیپینگ. برای اینکه با این ترافیک شیپینگ یه ذره بیشتر آشنا بشین، دو نوع از انواع نسبتاً مشهورش رو من توی اسلاید آینده خدمتتون عرض میکنم و این روش هایبرید در واقع ترکیب این دو تاست. اولین و ساده ترین روش ترافیک شیپینگ روشی است که به نام لیکی باکت شناخته میشه. عملکرد لیکی باکت شبیه اون چیزیه که تو این مثال تجسمش براتون آسون میشه. یه ظرف آبی رو تصور کنید که این کفش یه سوراخی داره که این با یه نرخ ثابتی از توش آب میاد بیرون. یه ورودی هم داره که این ورودی میتونه بعضی وقتا آب زیادی رو توی این سطح بریزه، بعضی وقتا آب کمی و بعضی وقتا هم هیچی. این ظرف یه حجمی از آب داخل خودش میتونه نگهداری کنه. تا
موقعی که این حجم آبی که داخل این هست وجود داره، با این نرخ ثابتی آب ازش میاد بیرون. البته این مثال توش یه اشکال فیزیکال وجود داره و اونه که در دنیا واقعی نرخ خروج این آب به ارتفاع این بستگی داره، ولی توی این مثال من این نرخ مستقل از این ارتفاع است. اگر اینجا آبی وجود داشته باشه با این نرخ ثابتی میاد بیرون، اگر وجود نداشته باشه آبی هم ازش بیرون نمیاد. این که این شیره کی باز میشه و کی بسته میشه هم ربطی به این که این نرخ آب چقدر نداره. ممکنه این شیره بعضی وقتا هیچی ازش نیاد، ممکنه یه وقتا یهو یه مقدار زیادی ازش آب بیاد و این سطل رو پر بکنه. نرخ ورودی آب به این سطل میتونه نوسانات خیلی زیادی داشته باشه. یه وقتایی بر حسب زمان، حالا این مثالی که الان دارم میزنم اون چیزی که تو شبکه مثالشه، یه صفحه و پکتایی که واردش میشن، نرخ پکتایی که واردش میشن میتونه بعضی وقتا خیلی کم باشه، بعضی وقتا خیلی زیاد باشه. خب بر حسب زمان کاری که این داره انجام میده اینه، موقع هایی که ترافیک زیادی میاد این توی اون سطل آبا نگهداری میشه، توی این صفحه پکت ها نگهداری میشن، ولی با یه نرخ ثابتی خروجی داره میشه. در چه خروجی اینو نگاه بکنی ممکنه یه وقتایی ترافیک خیلی کمی ازش خارج بشه، وقتایی که ترافیک داریم بعد ترافیک کم میشه، بعد دوباره زیاد میشه، ولی شما یه نرخ ثابتی میگیرید. در چه به این منحنی اگه نگاه کنیم میبینید تغییرات خیلی زیادی داره، ولی به این یکی نگاه کنیم در واقع خروجی این لیکی باکته تغییرات خیلی کمی داره. ویژگی های یه لیکی باکت که مشخص میکنه پارامترهای عمل کردیشو، یکی نرخ خروج آب از این سطل یا در مثال یه صف نرخ سرویس دهی سرویس دهنده صف به صفه. یه پارامتر دیگه هم اینه که این سطل چقدر جا داره، حجم آب قابل ذخیره شدن توی این سطله، که توی مثال صف میشه طول بافری که من اینجا دارم برای اینکه بتونم پکت‌ها رو توش ذخیره کنم. این یه مدل از کنترل کردن نحوه تبادل داده بین دو نود مختلف است. در واقع وقتی من این کار رو میکنم جلوی برست شدید داده رو میگیرم. برست شدید داده یه چیزیه که ما توی عمل کرده سیستما خیلی نمیپسندیمش، خیلی دوستش نداریم. برست زیاد که یه موقعهایی ترافیک خیلی زیاد و یه موقعهایی ترافیک خیلی کم داشته باشیم برای عمل کرده سیستم خوب نیست، چون اگر سیستم ما بخواد دیزاین بشه واسه اینکه این پیکو مدیریت کنه و با این نرخ بتونه کار کنه بیشتر وقتا کاری نداره. ما ترجیح میدیم سیستم ما طراحی بشه واسه اینکه با این نرخ بتونه کار کنه ولی دائم هم کار بکنه. یه مدل دیگه ای از ترافیک شیپینگ هست که به اون یکی مدل میگن مدل لیکی باکت، توکن باکت. توکن باکت چیه ایدهش؟ برای اینکه مثال توکن باکت رو در واقع بهتر بفهمیم یا مثال یورو راجبش بزنیم، فرض کنیم که یه در واقع شما سطلی دارین، حالا این مثالش خیلی فیزیکی نیست، بذارین مثال اینجوری بزنم. من بگم که من توی کلاس یه تعدادی ماژیک دارم و در هر مثلا ثانیه یه دونه از ماژیک هامو میدم به ایشون. هر وقت که ایشون بخواد یه صحبتی بکنه باید یه ماژیک رو به من پس بده. اگه ایشون بخواد مثلا هر یه سوالی بکنه یه ماژیک به من پس بده، فرض کنین که من هر یه دقیقه یه دونه ماژیک بهش میدم، خب ممکنه که ایشون یه ربع سوال نداشته باشه. وقتی یه ربع سوال نداره 15 تا ماژیک هم من گرفته ولی هیچ سوالی نداشتم. در نتیجه اگه براش سوالای زیادی پیش بیاد میتونه یه لحظه ای همه مثلا 6 تا سوال تو ذهنشو با هم از من بپرسه، چون 15 تا ماژیک داره دیگه. خب یعنی کردیت سوال کردن رو از قبل گرفته. اما اگه همون یه دقیقه یه باری که من یه ماژیک بهش میدم همون موقع هم سوال داشته باشه، خب همون موقع هم سوالشو میکنه. پس
ایشون موقعی که سوالی داره دقیقه یه سوال میتونه عمل بکنه، چون دقیقه یه ماژیک داره میگیره. موقعهایی هم که سوال نداره ماژیک های منو میتونه اکومولیت کنه، نگه داره، برای اینکه وقتی سوالی داشت بتونه یه تعداد پشت سر همین سوال بکنه. یه سطحی رو در نظر بگیریم که ثانیه یه دونه توکن توش میذاریم. این سطله یه تعدادی توکن توش میتونه ذخیره بشه به یه اندازه. هر موقع یه بسته ای میاد، یه پکتی میاد از این سطله میخواد رد بشه، به ازای هر یه بسته ای که از سطل بخواد رد بشه یه دونه توکن مصرف میشه. اگر یه مدت زیادی بود که از این سطله هیچ بسته ای رد نشده بود، توکن ها توش انبار میشن، مثلا 3 تا توکن توشه، وقتی 3 تا توکن توشه یه ردیف بسته که میاد، 3 تای اولش این 3 تا توکن رو مصرف میکنن، فوری رد میشن. اون دو تای بعدی باید صبر کنن، هر کدومشون وقتی یه توکن آمد میتونه رد بشه. درست؟ فرق مهمه این توکن با کته با لیکی با کته تو چیه؟ اگه دائم من ترافیک داشته باشم تو ورودی با یه نرخ مشخصی، ترافیک از خروجی این در میاد که اون نرخی که خروجی این ترافیک ازش در میاد مساویه با نرخ توکن توی سطح گذاشتن. پس من با کنترل تعداد توکنایی که در واحد زمان توی این سطح میذارم میتونم کنترل کنم که چند تا توکن ازش، چند تا پکت در ثانیه یا در واحد زمان ازش رد میشه. اما فرق مهم این با الگوریتم قبلی توی اون جاییه که ترافیک ورودی نداریم. توی لیکی باکت اگه ترافیک ورودی نداشته باشیم خروجی هم نداریم، مهم هم نیست که چه مدتی بوده که شما ترافیک ورودی نداشته، به هر صورت هم موقع ترافیک ورودیتون وارد صف بشه با همون نرخ مشخص لیکی باکت که از توش در میاد. اما تو توکن باکت اگه یه مدتی بود که ترافیک نداشتین، توکن ها ذخیره میشه، در نتیجه وقتی ترافیک میاد میتونه به اندازه‌ای که تو این توکن ذخیره شده از تو سیستم عبور کنه و بعدشه که حالا به اون نرخ توکن گذاری ترافیک توش مصرف میشه. حالا با این توضیحاتی که دادم یه تفاوت بنیادی ریاضی بین این و اونو میتونین حدس بزنین. دو تا پارامتر برای ترافیکی که از یه ترافیک شیپر عبور میکنه قابل توصیفه. من اگه ترافیک بر حسب زمان رو دوباره بکشم، اگه من این ترافیک رو مثلا ایکس تی رو این XT رو بدم این YT رو بگیرم، بعضی وقتا این ترافیک شیپر من لیکی باکته، بعضی وقتا توکن باکت، حالا ترکیباش هم هست ولی فرق این دوتا رو فلان بینیم. برای این ترافیک در مورد YT، در مورد خروجیش، من دوتا پارامتر دارم، یکی ماکس YTه، یکی دیگرش متوسط YTه. کاری که لیکی باکت انجام میده کنترل کردن ماکسیموم وایتی یا متوسطش ماکسش. توکن باکت چی رو کنترل میکنه؟ اوریجش. شما موقعی که توکن باکت دارین پیکتون میتونه خیلی زیاد بشه، چون یه مدتی میتونه این توکن ها اینجا ذخیره شده باشه، در چه وقتی ترافیک ورودی میاد یه های برست انتهایی میتونین داشته باشین. ولی چرا یه برس ستایی داشتین؟ چون به اندازه یه ستا واحد زمانی قبلش پکت ها نیومده بود، در نتیجه یه برستی هست که جبران اون مدتیه که نیومده بود. پس اوریج نرخ خروجی لیکی توکن باکت توسط نرخ توکن گذاری توش داره کنترل میشه. پس شما از توکن باکت جای استفاده میکنین که متوسط نرخ ترافیک رو دارین کنترل میکنین، از لیکی باکت جای استفاده میکنین که میخواین ماکسیمومش رو کنترل کنین،
و در نتیجه خیلی وقتا هم هست که از روش های ترکیبی استفاده میکنی. تو روش های هایبرید ترکیب این دوتا رو استفاده میکنی که هر دو اینا رو کنترل کنی، هم متوسط و هم پیکو. مثلا چی؟ مثلا فرض کنین که شما دو تا ترافیک شیپر رو پشت سر هم بذارین، یعنی این وایتی رو دوباره به یه ترافیک شیپر دیگه بدین، یه زدتی رو بگیرین. این شکلی که اینجا میبینین نمایشیست از این که وقتی ترکیبی عمل میکنین چه اتفاقی میفته. برای اینکه اینو یه احساسی ازش بکنین شکل رو من براتون توضیح بدم. فرض کنین این محور زمانه، ترافیک ورودی بر حسب زمان از یه پورتی داره وارد این ترافیک شیپر میشه. ورودی سیستم تو این مثال خاص 25 مگابایت در ثانیه است برای مدت 40 میلی ثانیه. در چه یه برست ترافیک برای یه دوره خیلی خیلی کوتاه. هر کدوم از این خطای عمودی فرض کنین فاصله بینش به اندازه 10 میلی ثانیه باشه. این الان 4 تا از این خطا میشه 40 میلی ثانیه. این ترافیکو توی این شکل دادیم به یه دونه لیکی باکت که نرخ خروجیش 2 مگابایت در ثانیه است. خب نتیجه این شده که شما کلن خروجیتون روی 2 مگ مکس اوت شده، کلن 2 مگ در ثانیه بیشتر ندارید. این یکی حالت سی مثالیه که شما خروجی رو دادین به یه توکن باکت، منتها بستگی به اینکه این توکن باکت اون توکنی که توش از قبل ذخیره شده چقدره، ممکنه یه برست کوچولو وقتی توکنای کمتری توش بوده، یه برست یه ذره بزرگتر، یا یه برست خیلی بزرگتر، بستگی به که چقدر توکن قبلا توش ذخیره شده بوده شما تو خروجیش ببینید. ولی بعد از اینکه این برست عبور کرد باز دوباره ریت شما لیمیت میشه به نرخ توکن گذاری اون توکن باکت. پس این سه تا حالت مختلفیه که توکن باکت دارین، ولی توکن باکتیه که اون کردیت اولیه توکناش با هم دیگه متفاوته. این یکی خروجی توکن باکت رو، یعنی خروجی اینا رو دادیم به یه لیکی باکتی که اون لیکی باکته رو 10 مگابایت در ثانیه پیک داره. نکنین چه این برس چه این برس چه این برس هر کدوم به یه لیکی باکت برسن، در اصل لیکی باکت هیچ وقت اجازه نمیشه 10 مگا از توش رد بشه. در چه این که این سقف 10 مگا داره ناشی از عمل کرده اون لیکی باکت هست که ریت پیکو کنترل کرده. اینی که اینجا 2 مگ شده ناشی از توکن باکت هست که اوریج رو در واقع سعی کرده کنترل کنه. پس شما میتونید با ترکیب اینا هم اوریج و هم ماکس رو با هم کنترل کنید. پس خلاصه بحث اینه که شما با استفاده از حالا این دو تا از روش های ساده ترافیک شیپینگ میتونید تصور کنید که هی روش های پیچیده تری میشه برای ترافیک شیپینگ تصور کرد، میتونید کنترل کنید ماکسیموم یا اوریج ترافیکتون چجوری باشه. یه نکته نسبتا مهم اینه که ساده بودن این عملکردهای ترافیک شیپر خیلی مهمه، چون اینا مؤلفه های سیستمی هستن که در مسیر دیتا پث سیستم قرار دارن. من یه توضیحی راجع به مفهوم دیتا پث و کنترل پث توی یه سیستم بدم، شاید یه مفهوم بیشتر وقتا توی سیستم های مخابراتی، چه تو شبکه چه تو سیستم مخابراتی، ما دو تا عملکرد خیلی مهم داریم. عملکردهای دیتا پث، عملکردهایی هستند که ترافیک شبکه موقعی که داره جابجا میشه با این عملکردها مواجهه. مثلا یه مثالش همین ترافیک شیپینگ بود. مثلا مثالش راوتینگه. همه پکت‌هایی که وارد راوتر میشن حتما باید راجع به مسیریابیشون تصمیم گیری بشه. درسته؟ پس راوتینگ یه عملکرد دیتا پثیه، یعنی حتما راوتر هر پکتی که واردش میشه باید نگاه کنه آدرسش کجاست و اساس آدرسش تصمیم بگیره که این از کدوم پورت بره، از این پورت بره یا از این پورت بره یا از این پورت. خب کنترل پث چی؟ کنترل پث مجموعه کاراییه که نودهای شبکه باید بکنن برای اینکه کنترل نحوه عملکردشون رو به خوبی بتونن داشته باشن. یه مثال مثلا ساده کنترل پث، الگوریتم مثلا
دیستنس وکتور راوتینگی که باهاتون توضیح دادم دفعه قبل، الگوریتم لینک استیت راوتینگ، الگوریتم لینک استیت راوتینگ که ما با هم راجع بهش صحبت می‌کردیم، یا الگوریتمیه که نودای شبکه با اون الگوریتم با هم دیگه صحبت می‌کنن که نتیجه‌اش این باشه که جدول‌های راوتینگشون رو ست کنن. درسته؟ جدول راوتینگشون رو که میخوان ست کنن به هم دیگه هلو پکت میفرستن، وضعیت شبکه رو میفهمن، توپولوژیشو در میارن، سینکتریش رو حساب میکنن که تهش جدول راوتینگشون رو آپدیت کنن. ولی یه راوتری که مثلا 10 تا پورت 10 جیگابیت پر سکندی داره، آیا به اندازه 100 جیگابیت پر سکند باید دیتا جابجا بکنه دائم راجع به اینکه اون جدولاشو ست کنه؟ نه، رو هر کدوم پورتاش ممکنه هر 5 ثانیه یه بار یه هلو پکت بفرسته و بگیره و بر اساس اون چیزایی که دریافت میکنه توپولوژی شبکه‌شو به روز رسانی کنه. درسته؟ عملیات کنترل پث توی بیشتر مواقع در شبکه ها عملیات خیلی خیلی کامپلکس تر، ولی در موقع اجرا، یعنی در موقعی که میخواد توی سیستم اجرا بشه، نرخ انجامش خیلی خیلی پایین تره. یعنی سرعت عملیات کنترل پثی معمولا اینقدر زیاد نیست. بخاطر همین بیشتر وقتا پیاده سازی کنترل پثی توسط نرم افزار صورت میگیره تو بیشتر سیستم ها. دیتا پث عمل کردهاییه که همه ی دیتاهای مثلا یه راوتر باید تصمیم مسیریابیشون گرفته بشه. همه ی دیتایی که وارد یه پورت یه راوتر میشن ترافیک شیپینگ روشون انجام میشه یا میتونه انجام بشه. ها؟ پس باید اگه یه راوتری 10 تا پورت 10 جیگابیت پر سکندی داره، همه ی پورتاش این کار رو باید بتونن انجام بدن. بخاطر همین بیشتر وقتا عملیات دیتا پثی رو شما ایمپلمنتیشناتون تو سخت افزار برای اینکه افکتیو تر و با هزینه پایین تر بتونین کار انجام بدین، بتونین اسکیلش کنین و سرعت لازم رو براش داشته باشین. ترافیک شیپینگ از مثالای بارز عملیات دیتا پثی. اون وقت نکته خیلی مهم اینه، هر وقت شما میخواین تو دیتا پث الگوریتم بدین، سادگیش خیلی مهم میشه. ها؟ برای اینکه عملیات کامپلکس رو شما وقتی میخواین اسکیل اپش کنین، یعنی بگین حالا سرعت رو میخوام 100 برابر کنم، 1000 برابر کنم، خیلی هزینه‌تون میره بالا. پس سعی میکنیم دیتا پث رو تا جایی که میشه ساده کنیم، ولی کنترل پث اب نداره، میتونیم کامپلکسش کنیم برای اینکه هوشمندی شبکه‌مون بره بالا یا مزایای جانبی دیگه براش پیدا کنیم. یکی از بحث‌های خیلی مهمی که برای بهبود کیفیت سرویس توی شبکه و جلوگیری از ازدحام میشه انجام داد، یه فرآیندیه که اسمش هست ریسورس رزرویشن. این البته یه جمله خیلی یا یه واژه خیلی عامیه که خیلی میتونه تعابیر مختلفی داشته باشه، ولی یه نگاه نسبتاً ساده به ریسورس رزرویشن اینه که شما توی شبکه اگه دوست دارین که یه کاری بکنین که ازدحام پیش نیاد، یا بتونین گارانتی کنین یه کیفیت مشخصی از سرویس رو، خیلی وقتا باید در طول یه مسیر منابع لازم برای اینکه اون ویژگی مورد انتظار شما رعایت بشه رو رزرو کنین از قبل. یعنی مثلا من فکر کنم توی دفعه قبل با هم دیگه این شکل رو نگاه کردیم، مثلا توی این شبکه ما میگیم از آ به ب که ترافیک میخواد بره از این مسیر بره، و توی این نودا منابع لازم برای این که اون کیفیت سرویس مورد انتظار جا به جای ترافیک از آ به ب رعایت بشه رو ما اختصاص بدیم، این ریسورس ها کنار بذاریم یا با یه روش هوشمندانه مطمئن بشیم که ظرفیت های کافی وجود داره. چه چیزایی هستن که اسمشون ریسورس؟ خیلی چیزا توی یه دونه نود به عنوان ریسورس میتونن شناخته بشن، ولی بعضی از مهمتریناشون یا سه تا از مهمتریناشون این ریسورس ها. عرض باند لینک، یعنی هر پورت یه راوتر بالاخره یه ظرفیتی تو فیزیکال لیرش داره، ها، این یه ریسورس اون راوتر. بافر اسپیس، فضای داخلی یه راوتر برای ذخیره سازی پکت ها. و زمانی که پروسسینگ این پکت ها توی شبه توی یه دونه راوتر طول میکشه، چه مقدار از ظرفیت پردازنده این راوتر رو ما اختصاص بدیم به هر کدوم از این درخواست کننده ها یا هر کدوم از این صف ها.
خب من تو این اسلاید میخوام این مسئله رو تو ذهنتون یه ذره صورت مسئله رو مطرح کنم و اونم اینه که اختصاص دادن این ریسورس ها خیلی کار آسونی نیست. ممکنه توی نگاه ساده بگیم که خب هر وقت یه فلوی یه ترافیکی از یه نودی میخواد رد چه، خب حساب کنیم بگیم چقدر ارزبان میخوای، خب اینقدر ارزبان مال تو، چقدر ظرفیت رم میخوای واسه پردازش پکت ها، این هم مال تو، چقدر سی پی یو پروسسینگ سایکل میخوای، این هم مال تو، مسئله حل میشه. اما من این مثالی که این طرف هست میخوام یه ذره نشون بدم که این پارامترها از هم مستقل نیستن و با هم تعامل دارن و رو هم تأثیر میذارن. این تعامل رو توی یه مثال خیلی ساده یه صف اینجا میذارم. یه صف یه بافر داره، یه پردازنده که به این صف داره سرویس میده. پکت ها میان توی این صف میشینن و این هم با یه نرخ مشخص ثابتی به این صفحه سرویس میده و دیتا از توی این خارج میشه. این سرویس دهنده توی این مثال ما در واقع متناظر میشه با اون سی پی یوه، یعنی ظرفیت پردازشی که به صفحه ما داره سرویس میده. اون بافر اسپیس هم که میشه در واقع این مموری که این پکت های شما میان توش ذخیره میشه. فرض کنین که توی یه مثال خاص توی یه سیستمی شما مثلا متوسط ظرفیت پردازشیتون 10^6 تا پکت در ثانیه باشه و فرض کنی که متوسط زمان ورود پکت ها به این صفحه هم یه فرآیند پواسونی باشه با متوسط 95^10^6. اولا واضحه که اگه متوسط نرخ دریافت پکت ها توی این صف بیشتر از متوسط نرخ پردازش باشه که مسلماً صف شما اصلا استیبل نیست و باید طولش بی نهایت بشه که بتونه اصلا اینو ذخیره کنه. پس مسلماً هر وقت یه سیستم شما طراحی میکنی متوسط نرخ ورود پکت ها به یه صف باید کمتر از نرخ پردازش پکت ها تو صف باشه. این یه بدیهیه. حالا اگه فرض کنیم که یه صفی داشته باشیم که فرآیند ورود پکت‌ها بهش از توزیع پواسون در واقع پیروی بکنه، متوسط تأخیری که توی این صف برای پکت‌هاتون ایجاد میشه از این رابطه در میاد که این رابطه توش هست 1 μ زد در 1 به روی 1 رو که رو نسبت لاندا به میو، یعنی نسبت این زمان ورود پکت ها، متوسط زمان ورود پکت ها به متوسط پروسسینگ تایم. تو این مثال خاص این 1 √μ میشه 1 μ/s، 1/1 هم میشه 1/95 که این میشه 20 μ. این معنیش اینه متوسط زمان انتظار پکت های این صف 20 μ هست. البته بعضی پکت‌ها بیشتر منتظرن، بعضی‌ها کمتر، ولی متوسط زمان انتظارشون 20 μ هست. معمولاً کاری که ما میتونیم بکنیم اینه، میگیم اگه متوسط زمان انتظار پکت‌ها 20 μ هست، هر پکت هم طولش 1 μ هست، پس به طور متوسط تو این صفحه چند تا پکت هم 20 دونه. در چه اگه یه صفحی دارم که به طور متوسط توش میخواد 20 تا پکت باشه، حالا احتیاط میکنم سایز اون صفحه مثلا میگیرم 40 تا پکت. در نتیجه از این محاسبه ها نتیجه میگیرم که با دونستن این و نرخ ورود پکت ها طول این مثلا بافر رو چقدر انتخاب کنم خوبه. حالا چرا این مسئله یک کمی جالب و هم پیچیده است؟ اینه، شما فرض کنین این متوسط نرخ ورود پکت ها رو به جای 95 مثلا 4% افزایش بدین، مثلا بکنید 99%. 4% دیگه ها، ببین چه اتفاق میفته. اگه من این 95% بکنم 99%، این رو به جای این که 95% تقسیم بر 1 باشه میشه 99% تقسیم بر 1، یعنی رو میشه 99%. در چه تو این کسره میشه 1 تقسیم بر 1 99%، یعنی این عدده که الان هست 20 اون موقع میشه 100، یعنی چند برابر بزرگ میشه؟
5 برابر. چقدر من ترافیک رو عوض کردم؟ 4 درصد. با عوض کردن 4 درصد ترافیک 5 برابر سایز بافر عوض شد. ها؟ این معناش اینه که و این که شما ترافیکتون 2 درصد 3 درصد 4 درصد بالا پایین بره توی یه شبکه خیلی چیز تیپیکالی ها، 4 درصد که ببخشید اون شکلایی که من میکشم تازه در دنیای واقعی خیلی وقتا این پیکا بزرگتر هم هستن، عددا خیلی میتونه بزرگتر از این باشه. واسه همینم هم هست که این یه مثالی از این که ببینید چرا کنترل کردن این نرخ پکت ها برای یه صف مهمه، برای اینکه میتونه چه ریکوچه الزامات جدی رو تو سیستم به دنبال خودش داشته باشه و مدیریت بکنه. یه نکته دیگه هم من بگم اینجا شاید براتون جالب باشه و اونم اینه، چرا من میگم بافر اسپیس یه ریسورس مهمه که ما باید مدیریتش کنیم؟ مگه بافر یه رم نیست؟ بالاخره یه حافظه است دیگه. ها حافظه مگه چیز مثلا خیلی ریسورس زی قیمتیه، خیلی قیمتش گرونه؟ خب بذارین میگه حافظه خیلی زیاد بذارین. چرا مدیریت کردن حافظه خیلی مهمه؟ من بافر اسپیس رو به عنوان یه پارامتر میذارم. رم خیلی گرون قیمته، یه رم مثلا 4 گیگ الان چنده؟ 4 گیگ رم میخوایم مثلا 100 تومنه دیگه، 4 گیگ رم میشه چقدر حافظه؟ 4 میلیارد بیته. چند تا پکت میشه توش کجا؟ فکر کنید پکتاتون دونه 10000 بیت هم باشه، 100000 بیت باشه، 1 میلیون بیت باشه. یه پکتتون 1 میلیون بیت باشه که هیچ وقت نیست. توی رم 4 گیگابایتی چند تا پکت میشه؟ 4000 تا پکت میشه. خیلیه دیگه ها. برای چی من حالا نگران سایز مموری ام؟ یکیش دیلیه که من نگرانشم، ولی خود مموری چرا مهمه؟ سرعت مموری پایینه. چرا سرعت مموری پایینه؟ جواب کاملا همینه. نکته خیلی مهم اینه که لاین ریت های ما خیلی بالاست. من مثال الان میزنم میگم 1 گیگابیت در ثانیه. 1 گیگابیت در ثانیه، خب وقتی پکت ها با سرعت 1 گیگابیت در ثانیه میخوان توی یه لاین رد بشن یا 10 گیگابیت در ثانیه توی لاین رد بشن و بعد یه راوتری داریم که این راوتر مثلا ممکنه 24 تا پورت 10 گیگ داشته باشه، یعنی 240 گیگابیت پراس دیتا داره میاد و میره، این 240 گیگابیت دیتایی که در ثانیه وارد این سیستم میشه باید بیاد یه جایی نوشته بشه و بعد خونده بشه، یه پروسسی بشه، دوباره یه جایی نوشته بشه و بعد بره از سیستم بیرون. مموریایی که تو این نرخا میتونن کار بکنن خیلی گرونن، نه اینایی که شما تو پی سی تون میذارید. اینا میشن مموریایی که توی دیتا پث دارن کار میکنن، نه مموریای کنترل پثی. چیزی که شما تو دیتا پث میذارین باید بتونه با نرخ خیلی خیلی بالای کار کنه. این یه مثالی زدم واسه اینکه این احساس بکنین که چرا ساده سازی دیتا پث مهمه، چرا دیتا پث توی دیزاین سیستم خیلی خیلی مسئله کریتیکالی. بخاطر اینکه بافر اسپیس در حالت عمومی چیز مشکلی نیست، ولی بافری که میخواد در نرخی که برای لاین کار کنه حالا خیلی خیلی مهم میشه که به اون سرعت بتونه دیتا بخونه و بگیره و به درستی پردازش کنه. این که شما بتونین حالا ریسورس هایی رو توی یه مسیر رزرو بکنین برای یک ترافیک یه فرایندیه که به نام ادمیشن کنترل شناخته میشه. من تو اون اسلاید قبلم براتون قبلا راجبش صحبت کرده بودم. این ادمیشن کنترل رو وقتی ما میخوایم تو دنیای واقعی انجام بدیم خیلی وقتا اینجوریه، میایم میگیم که در تمام طول یه مسیری که یه فلو میخواد توش جریان داشته باشه ما بیایم منابع رو به نحو مناسبی براش رزرو کنیم. اولا فلو چی هست اصلا؟ تعریفش چیه؟ فلو یه واژه است که در واقع تعبیر خیلی سادهش اینه، هر وقت شما یه مجموعه ای از داده ها رو از یه مبدأ به یه مقصد و با یه پروتکل خاص میفرستین اسم اینو میتونین بذارین یه فلو. یه مثال خیلی ساده، شما به یه سایتی وصل میشین و شروع میکنین یه ویدئوی آنلاین رو نگاه کردن.
شما یه کاربری هستین که دارین از یه سروری یه ویدیو آنلاین رو نگاه میکنین. استریم ویدئویی که از اون سرور داره برای شما میاد یه مثالی از یه فلو، برای که از یه جای خاص به یه جای خاص با یه پروتکل خاص داره میاد، درست؟ تلاش های زیادی شده توی دنیای شبکه که سعی کنیم که در طول مدت جریان داشتن یک فلو کیفیت سرویس شبکه رو یه جوری نگه داریم که برای این فلو رضایت بخش باشه. خب برای این کار یکی از روش‌های خیلی خیلی مهم اینه قبل از اینکه فلو بخواد تو شبکه جریان پیدا کنه بیاد به شبکه بگه من چه انتظاراتی دارم و شبکه اگه میتونه این انتظارات رو برآورده کنه این فلو بیاد توی شبکه. توی مثالی که من از میرم یه سایتی شروع میکنم یه ویدیو آنلاین رو نگاه کردن، الان در اینترنت این انجام نمیشه، ولی شبکه‌های زیادی هستن که این کار توشون انجام میشه. خب اگه من بخوام این کار رو انجام بدم چطوری مشخص کنم یه فلو چه ریکوارمنت هایی داره؟ اینا پارامترهاییه که برای یه فلو میشه به یه شبکه گفت. میشه گفتش که سایز توکن باکت این فلو چقدره؟ سایز ریتش چقدره؟ این معنیش اینه که برای این فلو شما ریت ترانسمیتری که میخواین داشته باشین چقدره؟ و حد اکثر سایز برستش چقدره؟ مثلا در مورد یه چیزایی مثل ویدئو ترافیک خیلی وقتا برستیه، یعنی ترافیک ویدئویی برستی، یعنی بعضی وقتا در بعضی از لحظات زمان ویدئو انتظار داره که شبکه واسش یه برستی از دادر جابجا کنه. هر شبکه بگه نه من این برست واسش جابجا نمی‌کنم، کیفیت سرویس ویدئو به هم می‌خوره، بعضی از فریم‌هاش به درستی مشاهده نمی‌شن. پیک دیتا ریتی که میخواد داشته باشه چقدره؟ یعنی این کلهه چقدره؟ این سایز برسته چقدره؟ یعنی حجم این دیتایی که تو این برسته چقدره؟ پیکش چقدره؟ مینیمم پکت سایز چقدره تو این فلو؟ مینیمم پکت سایز چرا مهمه؟ اگه کسی بگه من میخوام در هر ثانیه 1,000,000 بیت به شما بدم و این 1,000,000 بیت رو تو بسته های 10,000 بایتی میکنم میدم، یا یک کسی بگه همین 1,000,000 بیت رو به شما میدم ولی تو بسته های 100 بایتی میکنم به شما میدم، کدوم اینا پروسسش سخت داره؟ اونی که کوچولو کوچولو تره خیلی سخت داره دیگه، یعنی تعداد پکت های خیلی بیشتری رو داره جنریت میکنه. چرا تعداد پکت زیاد جنریت کردن سخت میکنه پردازش رو به نظر شما؟ تعداد پکت زیاد چرا سخته؟ هر پکتی یه راوتینگی میخواد، یعنی هر پکتی وارد یه راوتر میشه باید نگاه کنن ببینن مبدأش کجاست، مقصدش کجاست، یه ریسورسی از این پروسسور مصرف میکنه تا تصمیم راوتینگش رو بگیره، درست؟ خب پس سایز مینیمم پکتش هم مهمه، سایز ماکسیمومش مهمه. حالا سایز ماکسیمم چرا مهمه؟ طول صفحه رو بر اساس این، یعنی بگه من پکت هایی میخوام به شما بدم هر کدومش 3000 بایته، خب شاید من مدیریت بافر میزنه 3000 بایت پکت های شما رو نگه دارم. ها؟ اینا توی یکی از اسپسیفیکیشن های ITF در واقع به عنوان یه مجموعه نسبتا ساده ای از ویژگی هایی که یه فلو رو توی شبکه میتونه مشخص کنه توصیف میشن. بعد حالا یه فلو اگر بخواد یه شبکه از این پروتکل‌های ریسورس رزرویشنی استفاده بکنه توی اون شبکه، یه فلو وقتی میخواد جریان پیدا کنه اول میاد به نودای شبکه میگه من میخوام از این نقطه به این نقطه یه ترافیکی یا یه فلوی با این ویژگی‌ها، یعنی عددای اینا رو مشخص کنه بفرستم. اگه شبکه میتونه این کارو بکنه بگه بفرمایید، ولی وقتی گفت بفرمایید معنیش اینه که این الزامات رو در تمام طول مدتی که فلو برقراره رعایت میتونه بکنه، که برای این کار لازمه منابع کافی در شبکه توسط نودا به این فلو اختصاص داده بشه. یکی از کارهایی که برای کنترل کیفیت سرویس تو شبکه باید انجام بدیم پکت اسکیجولینگه. پکت اسکیجولینگ یعنی چی؟ ببینید شما اگه یه صف داشته باشین مثل چیزی که اینجا الان دارین مشاهده میکنین و توی این صف انواع و اقسام ترافیک ها با هم بیان وارد بشن، فرض کنین حالا در یه مثال خیلی ساده ای فرض کنین یه صفی دارم که از 3 ورودی دیگه یه راوتر به این صف داده میشه. خب اگه این ورودی
مثلا A و B و C که به این صف دارن داده میدن سه تا، یکی از اینا مثلا این ورودی A 10 برابر اون دوتای دیگه ترافیک بریزه تو این صف، نتیجهش میتونه این باشه که اگر این صف در شرایط ازدحام قرار بگیره، بخش عمده منابع این صف به A اختصاص داده میشه و به B و C نمیرسه. درسته؟ این در واقع یکی از مسئله هایی که خیلی وقتا توی شبکه باش مواجه میشیم که استفاده از یه ریسورس مثل بافر اسپیس یا یه دونه پروسسور به صورت نامنصفانه بین اون کسانی که دیمند دارن تقسیم میشه. اونی که دیمند بیشتری داره ریسورس بیشتری هم مصرف میکنه، در صورتی که ممکنه لزوماً ما دلمون نخواد بر کسی که دیمند بیشتری داره ریسورس بیشتری هم بدیم. درست؟ توی همچین شرایطی خیلی وقتا ما میایم از یه مفهومی استفاده میکنیم به نام فیر کیوینگ. فیر کیوینگ ایدهش اینه، میگه اگه شما مثلا سه تا متقاضی داشتی که از این صف دارن استفاده میکنن، بیا این کار بکن، بگو هر کدوم این متقاضی ها بیان A, B, C، اینا هم متقاضی استفاده از یه ریسورس هن. خب اسم اینو هم میذارم اون ریسورسه که میخواد ازش استفاده بشه، مثلا یه بافر که میخواد ترافیکو بده. شما میگی آقا A بیاد بره تو صف خودش وایسته، B بیاد بره تو صف خودش وایسته، C هم بیاد بره تو صف خودش وایسته. حالا من اینجا میرم به ترتیب به A سرویس میدم، به B سرویس میدم، به C هم سرویس میدم. مثلا اگه تصمیم اینه که به هر سه تا به صورت مساوی سرویس بدم، یه پکت در ثانیه از این برمیدارم، یه پکت در ثانیه از این، یه پکت در ثانیه از این، دوباره برمیگردم یه پکت در ثانیه، یه پکت دیگه، یه پکت دیگه. به این ترتیب اگه A 10 برابر B و C تقاضا داره، من لزوما 10 برابر بهش سرویس نمیدم، فقط A صفش زودتر پر میشه، B صفش کمتر، مثلا C خیلی کمتر. به این میگن فیر کیوینگ. فیر کیوینگ یعنی شما سعی میکنید توی سرویس دادن انصاف یا عدالت رو رعایت بکنید بین تقاضا کنندگانت، صف عدالت محوری رو ایجاد بکنید. خب حالا در مورد فیر کیوینگ میتونید تصور کنید که یک کمی میشه پیچیده ترش هم کرد. مثلا بگیم که ما به یه دلیلی ممکنه به این نتیجه برسیم که اصلا ترافیکایی که تو صف آمیان 2 برابر مهمتر از ترافیکای B یا C هستن. اون وقت میتونیم این کار بکنیم، بگیم هر وقت که میریم سر وقت A 2 پکت برمیداریم ازش، هر وقت که میریم سر وقت B 1 دونه، سر C هم که میایم 1 دونه، دوباره برمیگردیم از A 2 تا، از B 1 کی، از C 3 تا. ممکنه تصمیم بگیریم بگیم A به اندازه وزن 3 مهمه، B به اندازه وزن 5 مهمه، C به اندازه وزن 1. میگیم خیلی خوب، هر وقت میریم سراغ A 3 تا پکت برمیداریم، میریم سراغ B 5 تا پکت برمیداریم، سراغ C میریم 1 دونه پکت برمیداریم. این یعنی وزن دادن به این صفها که نشون دهنده اینه که چقدر برای ما اولویت دارن. تو این مثال B اولویتش از همه بیشتره، بعدش اولویت A، بعدش اولویت C. البته اگر توی همچین مکانیزمی من اولویت 5 رو به این دادم، 3 رو دادم، 1 رو دادم به این، نوبت B بود، هیچی پکت نداشت، به اندازه 5 تا پکت منتظر و نمیستم هیچ کاری نکنم، میرم سراغ بعدی. اگه پکت های اینا پر بود، ترافیک خروجی به نسبت 3-5-1 تقسیم میشه. ولی اگه 5 مثلا B ترافیکی نداشت، حالا ترافیک خروجی به نسبت 3-1 بین A و C تقسیم میشه. به این میگن weighted fair queuing یا WFQ. weighted fair queuing یعنی این که شما میایین به پکت های مختلف یا به کیو های مختلفتون وزن میدین، سرویس دادن به اون کیو ها رو متناسب با وزنشون در واقع انجام میدین. توی پرانتز بگم من توی این عددا و مثالایی که دارم میزنم، تا ذهنم دارم فرض میکنم که همه پکت ها ایکوال سایزن. خب
حالا اگه پکت های کوال سایز نباشن، که در دنیای واقعی پکت ها بیشتر وقت های کوال سایز نیستن مثلا در شبکه آی پی، حالا اون ویتد فرکیوینگ رو اگه بخواید واقعا منصفانه باشه، به جای اینکه به تعداد پکت ها باوندش کنین، بعد به سایز بایت ها باوندش کنین. مثلا بگین من مثلا در هر ثانیه اینقدر بایت از اون پکت از اون کیو رو پروسس میکنم، اون وقت همیشه یه مقدار رزیجوال میاره. در چه محاسباتتون باید یه جوری باشه که بالاخره آن اوریج منصفانه رفتار کرده باشه. سوال من الان دارم میگم که ما ممکنه در بعضی از موارد نخواهیم که اگه 10 برابر پکت گذاشت 10 برابرم بهش سرویس بدیم. یعنی لزوماً اولویت سرویس دادن به یک ریسورس متناسب با دیمندش نباشه. ممکنه بگیم آهان حالا که آ 10 برابر میذاره ممکنه این کانجسشن زیادیه باشه، من به آ به اندازه وزن 4 میدم، به اینام وزن 1، ولی این معنیش این نیست که چون آ 10 برابر میذاره 10 برابر استفاده کنه، 10 برابر میذاره من 4 برابر بهش میدم. این که این عددا رو چجوری بذاریم میشه مسئله دیزاین توی یه صورت مسئله خاص که بهش فکر میکنیم. چیزی که من اینجا میخوام ایدهش رو بشنوین اینه که شما لزوماً در سرویس دادن نباید همیشه تابع دیمند باشین، میتونین پالیسی اعمال کنین. یعنی میتونین بگین درسته که یک کسی 10 برابر ترافیک داره، ولی به یه دلیلی من نمیخوام 10 برابر سرویس بدم، من 5 برابر سرویس میدم، یا اصلا میخوام پکتاشو بریزم دور، اصلا اولویت نداره. یه مثال خیلی ساده از این که چرا ممکنه یه چیزی که توی شبکه وجود داره نسبت به یه چیز دیگه اولویتش کمتر باشه، مثلا فرض کنین که شما توی شبکه بانکی هم کارمندان یه شعبه دسترسی داشته باشن به اینکه مثلا از سروراشون دیتابیس های مختلف رو دانلود کنن و سینک کنن با اپلیکیشنشون، هم یه ترانزکشن مالی که یه نفری توی اون بیرون پشت ATM وایساده و میخواد پول بگیره میخواد انجام بشه. این ترانزکشن مالی که اون پشت ATM یه نفر وایساده کارتشو میزنه میخواد مثلا 3000 تومان پول بگیره از ATM، حجم داده خیلی زیادی نداره ها، ولی شما توی پالیسی میگین پرایوریتی این بسیار بیشتر از اون سینک کردن دیتابیس هست. چرا؟ به یه پالیسی دیگه ها، به یه دلیل داره. این آدمه مثلا ATMش که کار نکنه مثلا ناراضی میشه از بانک، درست؟ ولی اون دیتابیس هم نداره یه ثانیه دیرتر سینک بشه. حجم دیتایی که اون دیتابیس داره سینک میکنه ممکنه 100,000 برابر اون ATM باشه، ولی شما میخواین به این اون سرویس رو بدین، نمیخواین شرایطی ایجاد کنین که چون اون دیتابیس تو بانک داره سینک میشه ATM دیگه کار نکنه. پس میگین که من به اینای دیگه حتما سرویس میدم ولو اینکه این خیلی ترافیک زیادی داشته باشه، اصلا میام اینو اولویتشو میذارم 1، اینا رو میذارم 10، که این معنیش اینه ترافیک ATM حتما 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 باید بره، ولی ترافیک این میتونه وایسته. درسته؟ میشه مسئله پالیس. ببینین ایده مسئله رو شما اینجا احساسش رو بکنین، تو پیاده سازی یه عالمه جزئیات داره که من وارش نمیخوام بشم، ولی ایده مسئله اینه اگر من به این صف پرایوریتی 10 داده بودم، معنیش اینه من به عنوان یه سرویس دهنده میام به این صف نگاه میکنم، اگه ترافیکی داشت سرویسش میدم، اگه ترافیکی نداشت میرم سر بعدی، وای نمیستم اینجا بگم هان تو اولویت 10 بود من الان 10 ثانیه اینجا وای میستم. نه دیگه، نکتهش همینه، شایدم بیاد شایدم نیاد. خب اولویت 10 داشتن این معنیش اینه که آن اوریج اگر همه ترافیکشون پر بود به این 10 برابر این و 10 برابر این میدم، ولی اگه نداشت نداشتی، من میرم به بعدی ها سرویس میدم دوباره برمیگردم، حالا اگه داشتی حالا به سرویس. یه بحث خیلی مهمی که ما بعد از گفتن این مفاهیمی که نسبتاً مفاهیم پایه‌ای بود واردش میشیم اینه که خب حالا تو دنیای واقعی اینترنت چجوری کار میکنه.
شما تقریبا همیشه مواجه هستین با شرایطی که برای جابجایی داده شما از یه جای به یه جای دیگه یه ترکیبی از تکنولوژی‌ها و شبکه‌های مختلف با هم دیگه باید کار کنه. مثلا چی؟ فرض کنین که مثال میزنم، فرض کنین من یکی از شماها با لپتاپتون و میرین توی این اتاق بغلی میشینین و شروع میکنین ایمیلاتون رو چک کردن. شما با لپتاپتون پس شدین به اکسس پوینت دانشکده، پس یه بخشی الان یه شبکه 20 سیمه. توی شبکه دانشکده از اینجا تا مرکز محاسبات یه شبکه انترپرایز بر مبنای اینترنت، از تو مرکز محاسبات ما وارد یه شبکه آپتیکال ترانسمیشن SDH میشیم در سطح استان تهران که میریم توی یه مرکز دیگه، از اونجا وارد یه نتورک SDH دیگه میشیم که وارد شبکه کشوری میشیم، از اونجا وارد یه شبکه بین‌قاره‌ای میشیم. وقتی نگاه میکنین میبینین یه کار خیلی ساده‌ای که شما نشستین پشت لپتاپتون و ایمیلتون دارین چک میکنین، یه مجموعه وسیعی از انواع شبکه‌های مختلف درگیر شدن تا این سرویس به شما ارائه بشه. واسه همین توی دنیای واقعی مفهوم اینترنت ورکینگ یا ایجاد شبکه بین شبکه‌ای اون چیزیه که اساساً اینترنت رو درست کرده. یعنی اینترنت برای این یه چیزیه که ما خیلی باهاش سر کار داریم و میشناسیمش، برای اینکه واقعاً ترکیب شبکه‌های مختلفه که اسمش اینترنته، یه موجود واحد نیست، مفهومی است که وقتی ما به درستی پیاده سازیش کردیم ترکیب شبکه‌های مختلف رو برای ما به سادگی امکان پذیر کرد. خب شبکه‌های مختلف موقعی که میخوان با هم دیگه ارتباط برقرار کنن انواع اقسام روش‌های ارتباطی دارن. بعضی وقتا دو تا شبکه ممکنه فقط تو لایه فیزیکال به هم وصل باشن. مثل چی؟ مثل موقعی که شما یه شبکه اینترنت دارین که این شبکه اینترنت با ریپیتر طول کابلش افزایش پیدا کرده. این الان خیلی رایج نیست، ولی اون وقتا که کابلای کوکسیال تو اینترنت بود خیلی وقتا این کابلای کوکسیال وقتی یه ساختمون بزرگ رو می‌خواستن به هم کامپیوترشو وصل کنن لازم بود یه جای ریپیتر بذارن توش که بشه مثلا تا زیادی کامپیوتر به هم وصل بشه. این کامپیوترها با ارتباط فیزیکال در واقع با هم به یه شبکه وصل می‌شدن. بعضی وقتا ربط پیدا کردن دو شبکه تو لایه دو صورت میگیره، مثل ارتباطی که الان ما توی دانشکدمون تمام دانشکده ما با همه دانشکده‌های دیگه توی شریف تو لایه دو به هم دیگه میتونن وصل بشن. یعنی ترافیکا میاد میره توی سویچ ها، تو لایه دو بر اساس آدرس پکت ها سویچ میشه میره توی دستینیشن. بیشتر کانکشن های ما تو دنیای شبکه کانکشن های لایه 3 ایه، یعنی نودا به هم دیگه لزوماً تو لایه 1 و 2 وصل نیستن، میتونن تو لایه 3 به هم وصل بشن. یعنی پکت ها آدرس های لایه 3 شونه که تعیین میکنه چه اتفاقی براشون میفته و به مقصد میرسن. بعضی وقتا شما گیت‌وی ها یا دروازه های ارتباطی لایه 4 و لایه 5 هم دارین که حالا خیلی شما مثالاشو نمیبینین ولی خیلی ممکنه پیش بیاد. مثلا ممکنه یه اپراتور بزرگ شبکه موبایل ترانسپورت لایر گیت‌وی داشته باشه واسه همه اتصالاتی که به دنیای دیتا نتورک ایجاد میکنه، یا اپلیکیشن گیت‌وی که شاید مثلا بسیاری از نهادها و شرکت‌ها فایروال داشته باشن. فایروال یعنی در سطح اپلیکیشن کانکشن شما رو ترمینیت میکنه. یه ارتباطی که شما می‌خواید برقرار کنید مثلا بین کامپیوترتون و سرور مثلا یه سایتی، این ارتباط بین کامپیوتر شما و فایروال برقرار میشه و فایروال این ارتباط رو با یک کس دیگه برقرار می‌کنه. یعنی قشنگ فایروال میشینه این وسط، هر چیزی که داره رد و بدل میشه قشنگ آنالیز می‌کنه ببینه آیا این مجاز رد و بدل بشه یا نه. اگه مجاز نیست جلوشو می‌گیره، اگه مجاز هست اجازه میده که رد و بدل بشه. خب پس ما ارتباط بین شبکه‌های مختلف رو در لایه‌های مختلف از لایه فیزیکال تا لایه اپلیکیشن میتونیم داشته باشیم. این ایجاد ارتباط لزوماً مسئله آسونی نیست. خیلی وقتا شبکه‌ها با هم دیگه از جنبه‌های خیلی متفاوتی فرق می‌کنن. در نتیجه ایجاد یه شبکه بین شبکه‌ای خیلی وقتا مسئله بسیار پیچیده‌ای. مثلا فرض کنین که آیا آدرس دهی
مثلا در لایه 3 بین دو نوع شبکه همیشه یکسانه؟ اگه هر دو شبکه آی پی باشن آره، ولی خیلی وقتا ممکنه شبکه یه طرفش یه آدرس آی پی داشته باشه، یه طرفش اصلا آدرس آی پی نداشته باشه. مثلا قدیما یه پروتکلی به نام آی پی ایکس خیلی رایج بود تو لایه 3 که اگه یه شبکه یه طرفش آی پی بود یه طرفش آی پی ایکس، حالا بعد یه چیزی اون وسط این آدرس‌ها رو به هم ترنسلیت می‌کرد. مثلا ممکن شما یه شبکه داشته باشین که کیفیت سرویس داشته باشه، یه شبکه داشته باشین که نداشته باشه. حالا وقتی یه ارتباطی می‌خواید داشته باشین که یه تیکه‌ش توی شبکه با کیفیت سرویسه، یه تیکه‌ش توی شبکه بدون کیفیت سرویس، ایجاد کیفیت سرویس توی این ارتباط از سر تا تهش خیلی مشکله، ممکنه اصلا نشدنی باشه. ها مثلا سایز پکت ها میتونه متفاوت باشه. مثلا توی دنیای ATM سایز اون چیزی که جابجا میشه که اسمش سله همیشه فیکس 53 بایتیه، تو دنیای IP سایز پکت میتونه از 1500 بایت باشه یا کوچیکتر یا خیلی بزرگتر. ها و یه چیزایی لازمه که اینا رو با هم تبدیل کنه. در نتیجه خلاصه مطلب اینه انواع و اقسام شبکه ها با هم دیگه تفاوت های خیلی زیادی دارن و ایجاد ارتباط بین شبکه‌های مختلف چالش‌های خیلی خیلی جدی رو همیشه داشته و هنوزم داره. که وقتی می‌خواید دو تا شبکه رو به هم وصل کنین، باید خیلی خوب بشناسین ویژگی‌های شبکه‌ها رو تا خوب بتونین به هم وصلش کنین. اگر به معنی مهندس و طراح نگاه کنین، یکی از اون مفاهیم بنیادی تفاوت داشتن شبکه‌ها با هم دیگه تو نوع کانکشن هاست. این شکل رو نگاه کنین، این شکل یه مثالیه از چند تا شبکه‌ای که این شبکه‌ها همشون کانکشن اورینتده. یه شبکه‌ای به نام X25 که یه استاندارد خیلی قدیمیه که خیلی زیاده هم ازش استفاده نمیشه. مثلا یه نتورک دیگه ای داریم با پروتکل OSI کار میکنه، یه شبکه دیگه هم داریم مثلا با پروتکل ATM کار میکنه. حالا یه نود یکی یه ارتباطی رو با یه نود دوی میخواسته برقرار کنه. برای اینکه این ارتباط برقرار شه توی این شبکه X25 یه کانکشن ستاپ میشه به یه گیتوی. این گیتوی بین X25 و OSI نشسته، یه گیتوی دیگه هم بین OSI و ATM نشسته. توی OSI یه مسیر، توی ATM یه مسیر، گیتوی هم این مسیرها رو به هم میدوزن. نتیجهش این میشه یه کانکشن از یک تا دو برقرار میشه، چون همه این شبکه ها کانکشن اورینتدن. درست؟ هر چی از یک به دو میخواد بره همیشه از توی این مسیر میره تا موقعی که یک کانکشن دیگه واسه ستاپ بشه. ها؟ اما اگه این شبکه ها یه دونهش کانکشن اورینتد نباشه، اگه یه دونهش کانکشن اورینتد نباشه، مثلا این وسط یه شبکه آی پی باشه، شما دیگه کانکشن ندارین که end to end کانکشن نمیتونین داشته باشین، چون آی پی توش کانکشن داره. آی پی هر پکتی رو میگیره هر کاری خاص باش میکنه. حالا یه مثالی از جایی که شما شبکه هایی دارین که اینا همه شبکه های دیتاگرام هستن، کانکشن اورینتد نیستن. پکت های یک میخواد بره به دو، هر کدوم اینا شبکه های پکت بیست دیتاگرام آن دیمند راوتینگ. این شبکه ممکنه بعضی از ترافیکاشو بده از این وری به مقصد، بعضیاشو بده این وری. به این شبکه میرسه این مسیر رو میده این وری، به این شبکه برسه این میده این وری، آخر سر تو این شبکه هم از دو جای مختلف میان میرسن به مقصد. این مدل ارتباطیه که ما تو اینترنت داریم، یعنی نتورک های مختلفی که لزوما کانکشن اورینتد نیستن. توی شبکه‌ای که شما کانکشن اورینتد لزوما نیستین، مسیر رو از قبل نمیدونین، بر اساس وضعیت شبکه آن دیمند تصمیم گرفته میشه. یعنی شما الان وصل میشین به سایت مثلا گوگل، ایمیلتون رو چک میکنین، معلوم نیست که اگه هفته دیگه هم وصلین همون مسیر لزوما دنبال بشه. درسته؟ خب بله. اینا میتونن کانکشن اورینتد بمونن، ولی تو این دیگه کانکشن لسه، در چه ارتباط شما از یک تا دو اند تو اند کانکشن نداره. نه، اگه این فقط باشه از کدوم دو طرف بفرسته؟ این که کانکشن داره، این هم که کانکشن داره. حالا توی این ممکنه بعضی ها ترافیک از این وری بشه، بعضی ها شازی. نه دیگه، این که یه کانکشن داره تا اینجا.
نه دیگه این که این که کانکشن داره، ببین هر کسی که کانکشن اورینتد داخل خودش کانکشن میزنه، این از یک تا امو کانکشن میزنه. نه نمیزنه دیگه، برای چی باید بزنه؟ ولی این مسیر کلش نه، این کانکشن رو تا اینجا داره، اینم کانکشن رو تا اینجا داره، ولی این مسیر کانکشن اورینتدی نیست، چون که این تو کانکشن نداریم. کانکشن اورینتد بودن پشت سرش ریسورس رزرویشنه که خیلی مهمه. خب ولی وقتی شما اینجا میتونی یه ریسورسی رو رزرو کنی، اینجا میتونی ولی اینجا نمیتونی، عملا گارانتی میتونی بکنی راجع به این از اینجا تا اینجا؟ نمیشه دیگه، چون این ممکنه هر بلایی سر پکت رو بیاره. نه نمیشه، بیشتر وقتا نمیشه. مثالی از شرایطی که شبکه هایی که مثلا همین الان توی شبکه هایی که بکبون اپراتورهای موبایل رو با هم وصل میکنه، این کار میکنن که ریسورس روش انجام میدن. چرا؟ حالا این یه شبکه، یه اپراتوره کنترل دیتاشو میخواد داشته باشه، برایش کوالیتی آف سرویس مهمه، دانش داخل شبکه خودش ریسورس روش انجام میده، پرایورتی میده توی شبکه موبایل، اولویت میده به وایس شما نسبت به ترافیک دیتا شما و همسال. این شاید شبکه اختزاشی باشه که بالا باشه، اون وقت میشه یه شبکه که از این بالا وصله و کانکشن اورینتد هست. من دارم میگم اگر در یه شبکه یه بخشی از کانکشن شما تو شبکه هایی باشد که کانکشن اورینتد هست، یه بخشیش نیست، کلن کانکشن اورینتد نیست. حالا اگه هم از بالا بود، این جمله من ساده پیست، در نتیجه کانکشن اورینتد هست، میشه مثل همین الان. یه مفهوم دیگه هم خوبه باهاش آشنا باشین و اونم اینه، مفهوم تانلینگ. تانلینگ اینه که شما بعضی وقتا میخواین یه ارتباطی ایجاد کنین که این ارتباط از دید یه شبکه جزئیاتش پنهان باشه. یه مثال خیلی بارزش فکر کنم با واژه‌اش خیلی آشنا باشین، بهش میگن VPN. VPN زدن. VPN زدن یعنی چی؟ یعنی اینکه من از توی خونه میخوام وصل شم از روی شبکه مثلا ADSL که از اپراتورم سرویس دارم، یا وای ماکس، یا هر چیزی که بالاخره سرویس دارم، میخوام وصل شم به دانشگاه و داده هایی رو تبادل کنم که از نظر ناظری که توی شبکه نشسته خیلی جزئیاتش قابل مشاهده نباشه. من میتونم چیکار کنم؟ یه دونه کامپیوتر داشته باشم تو دانشگاه که تو شبکه دانشگاه است، یه کامپیوترم توی خونمونه تو شبکه خونمون، به یه روشی یه تونل ایجاد کنم که نتیجهش این باشه داده ای که از تو خونه من میاد مثل این میمونه که وارد این تونله میشه، این یکی طرف تونل در میاد، میاد تو شبکه دانشگاه و این وسط هیچ جای دیگه ای نمیره. نکته خیلی کلیدیش اینه، فقط از اینجا میاد اینجا. پس همینم اصطلاح تونل رو به کار میبرن. یه مثال تونل زدن که خیلی رایجه اینه، شعبه بانک اگه سرویس ADSL گرفته باشه بخواد با مرکز بانک صحبت بکنه، هیچ علاقه ای نداره که داده ای که از شعبه بانک داره تولید میشه یه جایی غیر از شعبه مرکزی بره، بانک با شعبه مرکزیش باید صحبت کنه. در این حال هم هیچ علاقه ای نداره که ترانزکشن های مالی مشتریاش توسط هیچ کس دیگه ای توی این شبکه قابل مشاهده باشه. این یه تونله، VPN مخفف Virtual Private Network،
پرایوت نتورک یعنی یه شبکه اختصاصی. بانک میتونه بگه من از هر شعبه ایم یه سیم میکشم به شعبه مرکزیم، که عملی نیست اون یکی شعبت که تو بلوچستان هر چجوری به این وصل میکنی، ولی میتونه بگه اون شعبه که تو بلوچستانه، اون یکی شعبه که تو فارسه، اونی که تو اهوازه، اونی که تو تبریزه، همه اینا یکی دونه وی پی ان میزنن از شعبه هاشون به شعبه مرکزی، همه اونا ترانزکشن هاشونو هر چی دارن میدن به این شعبه مرکزی و ازش میگیرن. این چیزی که این وسط یه شبکه پابلیکه، ولی اینی که من درست کردم یه تونله، یه سر داره تو شعبه، یه انتها داره توی شعبه مرکزی. خب چجوری میشه این تونل ها رو زد؟ یه عالمه بحث داره، من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. این تونل ها رو میشه تو لایه 2 زد، میشه تو لایه 3 زد، میشه تو لایه 7 زد، انواع اقسام اپلیکیشن ها و پروتکل ها داره، یه حوزه نسبتا وسیع، من نمیخوام الان واردشم، ولی میخوام مفهومش رو تو ذهنتون یه ذره بنزنم که خیلی وقتا توی اینترنت ورکینگ تونل زدن یه روشیه که شما رو از جزئیات پیچیدگی های این وسط کاملا خلاص میکنه. یعنی شما یه دونه تونل میزنین، ممکنه از توی یه شعبه توی بلوچستان وقتی یه دونه وی پی ان میزنن به شعبه مرکزی، ترانس شبکه ترانسمیشنشون یه جوری باشه، یه پیچیدگی داشته باشه، اونی که تو تهران میزنه اصلا کلا یه چیز دیگه باشه، ولی همه اینا تمام پیچیدگی این وسط قابل مشاهده نیست. اتفاقی که میفته در واقع توی تونل زدن مفهومش اینجوریه، این چیزی که از توی این شبکه تولید میشه موقعی که از این سر تونل میخواد وارد این شبکه بشه، مثل این میمونه که یه بسته‌بندی میشه روی اون، مثل اینکه شما نامتون رو میذارین توی پاکت، در پاکت رو میچسبونین، حالا این پاکت رو روش آدرس خودتون رو می‌نویسین، آدرس مقصد هم می‌نویسین، این تا اینجا میشه اون بسته شما آدرس مبدا و مقصدش میشه این، ولی موقعی که می‌خواین وارد این دنیا بشین این بستتون رو می‌ذارین توی یه پاکت دیگه که تو اون پاکت دیگه فقط آدرس اینو نوشته. این معنیش اینه اصلا مهم نیست شما این آدرس آی پی تون دستینیشنش کی بود، مهم اینه که موقعی که از اینجا وارد این شبکه میشین گذاشتین نامتون رو توی بسته بزرگتری که توی این بسته بزرگتر فقط آدرس اینجاست، در نتیجه این شبکه فقط اینو از اینجا میتونه به اینجا ببره، تموم. اینجا که رسید بسته بزرگتر رو باز میکنم میزن دور، حالا نگاه میکنم اینه نامه شما از کی بود، به کجا میخواست بره، تو این شبکه روتش میکنم، یعنی تو شبکه مرکزی بانکه، حالا معلوم میشه به کدوم سرور باید بره، چی باید بگه، چی باید برگرده. اونی هم که میخواد برگرده دوباره میاد اینجا، اون پکت آی پی بسته بندی میشه توی پکت دیگه گذاشته میشه که آدرس یکی طرف توشه، در نتیجه این شبکه ون هر چی از اینجا بگیره رو فقط اینجا میبره، هر چی از اینجا بگیره فقط اینجا میاره، تا موقعی که توی این تونل وی پی ان هست، که این تونل ها میگم نحوه ایجاد کردنش یه مقداری بحث داره، تو لایه 2 و 3 و 4 اما اقسام تونل ها میشه ایجاد کرد، ولی کانسپت داستان اینه. وقتی این وی پی ان یکی از الزامات نسبتاً کریتیکالیه که شما رو از پیچیدگی های این رنه جدا بکنه و در این حال ارتباطاتی رو ایجاد بکنه که شما میخواین پرایوت باشه توی شبکه پابلیک. بخاطر همین بسیاری از نهادها، بانک‌ها، اداره‌های دولتی، حتی خیلی وقتا دانشگاه‌ها این مکانیزم رو در واقع دارن. خیلی وقتا ما اساتید مهمانی که داریم مثلا از یه دانشگاه خارجی میان اینجا، میخوان ایمیلشون رو چک کنن، پشت کامپیوتر که میشینن اول یه دونه وی پی ان میزنن به دانشگاه خودشون، بعد مثلا این میمونه که الان تو دانشگاه خودشون، بعد ایمیلشون رو باز میکنن میخونن، بعدشون وی پی انشون رو قطع میکنن. بفرمایید. این کلمه تنها جزئیات و پیچیدگی های این وسط کار، خب به غیر از اون بحث امنیتش که اینا هم گزارش لازم میشن انجام میشه، اگه ما از این فلان سر نظر کنیم چه پیچیدگی دیگه ممکنه باشه؟ اگه همین یه پکت آی پی میفرستیم دوباره همین مسیر رو طی میکرد و خب کسی هم به توش، حالا اگه نخواست کار خطرناکی بکنه به توی اون پایین، اگه این شبکه آی پی بود، این شبکه آی پی بود، اینجا آی پی نبود چی؟ خب الان با این وی پی ان چه جوری مشکل هم؟ اینجوری که این پکت آی پی موقعی که میخواد از اینجا بره از این طرف در بیاد، هر پروتکلی که این وسط هست و شما درست میکنی میذاری روش، همون مشکلات در این پکت گنده تره هم باز برقرار نیست دیگه. ببین فرض کن این چیزی که این وسطه یه شبکه‌ای که پروتکل لایسش هست ATM. خب شما لازم نیست نگران اون باشی، شما پکتات میرن میشینن تو دل یه سلای ای تی امی که اون سلای ای تی ام هیچ اصلا کاری به پکت شما نداره،
هر چی از اینجا آمده فقط داره میره اینجا و برعکس. یه بحث دیگه هم توی این اینترنت ورک راوتینگ، بحث راوتینگ بین شبکه های مختلفه. ببینین راوتینگی که من توی الگوریتم های گذشته گفتم، مکانیزمش این بود که شما یه نتورکی دارین که این نتورک همه نودا در واقع از یه جنسن، راوترها با هم دیگه مثلا همشون لینک استیت راوتینگ رو دارن ران میکنن و میخوایم یه کاری کنیم که هر نودی توپولوژی کل شبکه رو بدونه و تصمیم بگیره بهترین روش رسوندن یه پکت به مقصدش از کدوم طرفیه. ولی موقعی که وارد اینترنت ورک راوتینگ میشیم، توپولوژی ما خیلی وقتا اینجوری میشه. ببینید مثلا یه شبکه‌ای در نظر بگیریم که متشکل از شبکه‌های زیرینی باشد. این گراف توش یه شبکه یک داریم. دقت کنید یه شبکه یک، اینجا الان یه دونه انتیتی نشون داده شده، ولی فکر کنید داخل این صدها نوده، داخل اینم هم همینجور، داخل اینم هم همینجور، داخل اینم هم همینجور، داخل اینم هم همینجور. در یه همچین شرایطی خیلی وقتا این صدها نود به این یکی صدها نود توسط یک چیزی، یه گیتوی رفت پیدا میکنن که این یه گیتوی راوتره، یعنی یه راوتریست که کارش ربط دادن یه نتورک به یه نتورک دیگه است. حالا توی همچین توپولوژی در واقع میتونین تو ذهنتون اینجوری تصور کنین که شما یه سری راوتر دارین، این راوتر ACEBDEF رو نگاه کنین، AECBDF با هم یه همچین توپولوژی الان دارن. یه چیزایی دست A میاد که A باید حالا فکر کنه اینا رو بهتر دست B بده یا دست C یا دست E. نگاه کنین A میتونه یه چیزایی رو به B بده، یه چیزایی رو به C بده، یه چیزایی هم به E بده. پس همسایه های A B و C و E هم. ببینین A همسایه هاش B و C و E هم. این توپولوژی که میبینین توپولوژی کانکتیویتی کیاست؟ راوترایی که خودشون گیتوی راوترانه. حالا سوال اینجوریه که این گیتوی راوترا باید تصمیم بگیرن که یه ترافیکی رو که میخوان به یه جایی بره، مثلا A ترافیکی رو که میخواد دست F برسه رو، توی مثال نها کنی A ترافیکی رو که میخواد دست F برسه رو بده به C یا بده به E یا بده به B که B بده به D که D بده به F. حالا باز دوباره تصمیمه دیگه، یعنی راوترها این تصمیم رو این دفعه باید بگیرن که از طریق کدوم راوتر گیتوی راوتر دیگر باید این ترافیک رو به مقصد برسونن. حالا نتورک هر وقت A یه چیزی بهش بده بالاخره به E بلده برسونتش. پس واسه A مثل این میمونه که پلو ایه، چون نتورک یک بلده کارشو بکنه از اینجا یه چیزی بیاد و بده به این ور داخل خودش با پروتکل‌های داخلی خودش. داخل خود اینا که راوترها هستن ها. ولی نکته ای که من میخوام بگم و مسئله جدیدیه که میخوام تو ذهنتون طرح بکنم اینه، در مواقعی که ما حالا میخوایم راجع به الگوریتم های راوتینگی واسه این گیتوی راوترها صحبت بکنی، خوب جمله رو گوش کنی، این دفعه فقط ملاحظات مهندسی تصمیم گیرنده کافیه ما میتونه نباشه، میتونم باشه ها، ولی میتونم نباشه. در بسیاری از موارد این مطرح میشود که بجز ملاحظات فنی، ملاحظات دیگری مثل ملاحظات سیاسی یا ملاحظات اقتصادی یا ملاحظات امنیتی میتونه حاکم بشه. مثلا چی؟ مثلا بگیم که شما هر وقت یه پکتی میخواد از A بره به F، راوتر A در هیچ شرایطی یه چیزی رو از طریق C برای اونجا نمیفرسته و این جزء پالیسی هایی باشه که توی A ما تنظیم میکنیم. میگیم راوتر A
هیچ وقت شما حق ندارید چیزی رو که میخواد به F برود و از طریق C بفرستی، ولو این که ارزون ترین مسیر باشه. یه مثال خیلی جالبی که این برای من خیلی آموزنده بوده همیشه اینی که کانادا یه کشوریه که تو نقشه‌شو که نگاه بکنین یه همچین نقشه‌ای داره، من خیلی سریع بکشم، یه کشوریه که یه عرض خیلی زیادی داره و زیرش هم امریکاست. خب بعد توی خاک کانادا، حالا فکر میکنم مثلا شاید 90% جمعیت خاک کانادا توی این 100 کیلومتر این پایینش زندگی میکنه. خب یعنی این بالاهاش قطبه، خب دنسیتی جمعیت در حد نزدیک صفر، بیشتر جمعیت کانادا این پایینان، این در مرز امکان. امریکا هم یک کشور خیلی بزرگ، خیلی ثروتمنده که خیلی هم بیشتر جاش همه جا بالاخره پاپولیشن زیادی وجود داره. امریکا یه نتورک خیلی خیلی بزرگ و کامپلکس داره. خب کانادا انواع اقسام این نودا میخوام با هم صحبت بکنم. خب و خیلی وقتا خیلی اقتصادی تره که مثلا یه ترافیک رو اینجا بدم به نتورک تو امریکا از این طرف پس بگیرم، مثلا میخواد یه چیزی از مثلا اوتاوا بره ونکوور از این طرف تا این طرف مثلا 6-7000 کیلومتر راست، اینو تو نتورک بده 50 کیلومتر پایین تر توی امریکا توی نتورک روت میشه از این طرف میگیره دیگه ها. ولی خیلی سال پیش مثلا شاید بیشتر 10 سال پیش یه قانونی مثلا توی کانادا تصویب شد که هیچ پکتی که مبدأش خاک کاناداست، مقصدش هم خاک کاناداست، حق نداره کانادا خارج شه. این شاید شنیدین اسم اینترنت ملیو ها؟ این یعنی اینکه نتورک باید داخل خاک کانادا درست بشه، باید سرمایه گذاری بشه تو ساختن تجهیزات، توی ساختن اینفراستراکچر، توی ایجاد اشتغال، توی توسعه بیزنس. اگه پکتی اینجا میخواد بره اینجا تو خاک خود خاک کانادا بود بشه، پس یه شبکه اینجا باید ایجاد بشه، دیمندش ایجاد میشه، حساب اشتغال ایجاد میشه، تولید ایجاد میشه. این ماهیتش این نیست که مسیر بهتری از پایین وجود نداره، ماهیتش یه تصمیم سیاسی اقتصادیه. توی اینترنت ورک راوتینگ بسیاری از مواقع ما پالیسی های از این سنخ داریم و میتونیم اعمال کنیم، بر همین پروتکلایی وجود دارد که می شود توش رول دیفاین کرد به این منظورها. پس توی اینترنت ورک راوتینگ مسئله رول که لزوماً فنی نیست به عنوان یک کانسترنت خیلی مهم مطرحه و مورد توجه قرار گرفت. خب خسته نباشید.